نیروهایی که با گذشتن از افتخان رستم پیشرفته ترین آموزش های نظامی آموختند و اکنون آماده رفتن به میدان های جنگ شدند. ماموریتشان پیچیده ترین عملیات های نظامی به شمول عملیات های شبانه است. میگویند که برای آرامی افغانستان و رسیدن به صلح می جنگند. ما تا زنده هستیم هیچ وقت به کسی اجازه نمیدیم که بالای خاک ما حکومت کنه و بالای مردم ما حکومت کنه. مطمئن باشه افغانستان همیشه آرام بوده، آرام می باشه. به امید یک افغانستان آرام. سرپرست وزارت دفاع ملی در مراسم فراغت این 235 نظامی نیروهای ویژه ارتش میگوید که ادامه خشونت ها و نیز سیاست های طالبان دیگر برای مردم پذیرفتنی نیست. طالبا از راه خشونت به هدف خود نمی رسند. درد و آلام مردم ما را بیشتر می سازند، ولی امکان نداره که اینا به هدف شوم خود برسند. ما مصمم به دفاع از افغانستان هستیم. تا آخرین قطر خون در وجود ماست مبارزه کرده و نخواهیم گذاشت تا دشمنان افغانستان با آرزوی شومشان برسند. این سربازان در حال فارغ می شوند که مرکزهای حدود 200 ولسوالی در دو ماه اخیر به دست طالبان افتادند و نگرانی های شهروندان را در پی داشتند. از دست دادن زمین جغرافیا در جنگ یک امر طبیعی است. هر کسی را می داند که در جنگ اراضی و زمین دست به دست می شود، ولی این تعیین کننده نیست. در افغانستان خشونت ها پس از آغاز روند خروج نیروهای خارجی افزایش یافت. به باور شهروندان ادامه درگیری ها در کشور پرسش ها را درباره روند صلح بیشتر ساختند و باید طرف ها برای رسیدن به صلح بکوشند.